ما میخواهیم راز مگوهایی را در برنامه کاکتوس فاش کنیم. برنامه کاکتوس با گردانندگی مختار لشکری این روزها مهمترین و جنجالیترین چهره های سیاسی و فرهنگی را با خود دارد. در این برنامه چهره های چون رحمت الله نبیل، اسپنتا، ملا ترخیل، ظاهر قدیر و دیگر چهره های فرهنگی اشتراک کردند و از خود ناگفته هایشان را گفتند. و این بار هم این برنامه ضیاالحق امرخیل، چهره جنجالی که ظاهراً لقب خائن ملی را گرفته است، با خود داشته است. در بخشی از این برنامه از او پرسیده می شود که پس از برکناریتان از دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در سال 2014 مدت 4 سال در کارتی 3 دفتر داشتید و مصروف چه کارهایی بودید که همه روزه 200 و یا 300 نفر را ملاقات می کردید و مصارفتان را که می پرداخت؟ و اما او می گوید 4 سال کار رسمی نداشتم، ولی در کارتی 3 شهر کابل دفتر داشتم و مصروف کارهای سیاسی و اجتماعی با مردم افغانستان با ویژه جوانان بودم و کرایه دفتر و مصارف مهمانانم را مردم افغانستان می پرداخت. پاسخی که ظاهراً احمقان است. بر بنیاد آمارها 60% مردم افغانستان همکنون در خط فقر و گرسنگی زندگی می کنند و چطور می توان پذیرفت که مصارف دفتر، محافظان و مهمانان ضیاالحق امرخیل را برای 4 سال مردم افغانستان می پرداختند یا استخبارات کشورهای بیرونی دروغگویان دروغ گویند و عاقلان تمیز کنند؟ بخش دیگری از گفته های امرخیل ظاهراً نشان بر آدرس جنرال ظاهر فرمانده پیشین پلیس کابل، کسی که چهره زشت امرخیل را به مردم افغانستان نشان داده بود، وارد کرده است. او در بخشی از سخنانش گفته است که گویا جنرال ظاهر به کمیسیون انتخابات نزد او مراجعه کرده است و از او بابت اتهام و دستگیری او با صندوق‌های رأی پوزش خواسته است. و اما جنرال ظاهر در واکنش به گفته‌های اخیر امرخیل می‌گوید هیچگاه از بابت واقعه روز انتخابات از کسی معذرت نخواستم و وظیفه خود را به طور قانونی انجام دادم و من همان وقت هم من حیث یک پلیس صادق بی‌طرف بودم و وابسته به کدام شخص و جریان سیاسی نبودم و حالا هم تا فعلا داخل کدام جریان سیاسی نشدم. با در نظر داشت اسناد فراوان تقلب گسترده و سازمان یافته که در انتخابات 2014 صورت گرفت، بیشترین اتهامات متوجه آقای امرخیل بود که این عمل کاملا خلاف قانون و به مسخره گرفتن اراده مردم و بازی با احساسات مردم عزیز ما بود.